ای عزیز چون لوامع انواح الله و نور السماوات والارض بر مشکات زمایر لایح شود و زجاج قلب از تأثیر آن جمله نورانی گردد که المصباح فی زجاجه از زجاجه تو کأنها کوکب دری یوقد و بارق کشوف یوقد من شجرت مبارکه از سرادقات غمام لا شرقیت ولا غربیه در لمعان آید و قنادیل فکرت را یکاد و زیتها یزی فروزان گرداند. به نام حضرت دوست سلام بر شما مخاطبان فرهیخته مؤسسه ناماشنای شهر کتاب و سپاس بیکران از جناب آقای محمد خانی گرانقدر که چندین ساله با برگزاری نشست های متعدد و عالمانه در گسترش دانایی گام های ارزشمند برداشتن. سخن خودم رو با بخشی از مکتوب چهارم مکتوبات عزیزیه نوشته شیخ عبدالقادر گیلانی آغاز کردم. شیخ عبدالقادر گیلانی عارف قرن پنجم و ششم قمریه که یکی از مشایخیه که مقامات و مناقب نامه های بسیاری به زبان فارسی و عربی درباره وی نوشته شده. اگر تذکره ها رو به دو گروه عمومی و فردی تقسیم کنیم، مناقب و مقامات شیوخ رو میتونیم در گروه تذکره های فردی قرار بدیم، چون به بیان احوال و اقوال یک عارف میپردازن و بیشتر بر ریاضت ها و کرامات اون عارف تاکید میکنن. یکی از مشایخی که مناقب نامه های بسیاری درباره او نوشته شده شیخ عبدالقادر گیلانیه و برخی از مناقب نامه ها به این ترتیبن: بهجت الانوار و معدن الاسرار، خلاصت المفاخر، ترجمه خلاصت المفاخر، قلائد الجواهر، مناقب قوسیه، تفریح الخاطر، تحفت القادریه، قبطت الناظر و روز الظاهر. موضوع سخن من در اینجا کرامات شیخ عبدالقادر گیلانی در سه مناقب نامه این شیخ بزرگ با نامهای ترجمه خلاصت المفاخر، قلائد الجواهر و مناقب قوسیه که در سه سده تاریخی هشتم، نهم و دهم نگارش یافتن. درباره کرامات شیخ عبدالقادر گیلانی سخنهای بسیار نقل شده و اختلافات زیادی وجود داره. بنابر گفته دکتر عبدالحسین زرینکوب، نقل افسانه های عجیب درباره عبدالقادر شناخت سیمای واقعی این شیخ رو از میان غبار اوهام دشوار کرده. ابن عربی برای کرامت دو نوع حسی و معنوی یا ظاهری و باطنی قائله. مناقب کرامات حسی مانند روی آب راه رفتن، آگاهی از ضمایر، و کرامات معنوی از نظر ابن عربی حفظ آداب شریعت و کسب مکارم اخلاقی. نکته جالبی که درباره کرامات عبدالقادر از نگاه ابن عربی وجود داره اینه که برخلاف برخی مناقب نویسان مانند شطنوفی و تعدوفی، سخنان ابن عربی درباره این شیخ مبالغه آمیز نیست و چون با روزگار زندگی عبدالقادر اختلاف کمی داره میتونیم سخنانش رو به حقیقت نزدیکتر بدونیم. ابن عربی عبدالقادر رو شیخ وقت میدونه، قطب وقت میدونه و اون رو در شمار ملامتیه به حساب میاره. ملامتیه در نگاه ابن عربی مقام رسول الله و اولیاء خدا رو دارن و از دیدگاه ابن عربی ملامتیان به دلیل اهمیت ندادن به ظاهر کرامات قابل ستایش هستند.
بنابر نظر دکتر شفیعی کتکنی میتونیم کرامات رو به دو گروه مادی و معنوی تقسیم کنیم. کرامات معنوی در دنیای ذهن و روح اتفاق میفتند و کرامات مادی بر نوعی خرق عادت مبتنی‌اند و در قوانین فیزیکی جهان تغییر ایجاد میکنند. همچنین میتونیم کرامات رو بر اساس میزان قانع کنندگی مخاطب به دو نوع کرامات باورپذیر و کرامات انکارشونده تقسیم کنیم. کرامات باورپذیر کراماتی هستند که مخاطب بعد از شنیدن اونها به نوعی کرامت رو باور میکنه و موردی که در این مسئله اثر داره بلاغت نویسنده است. ترجمه خلاصت المفاخر یکی از مناقبنامه های نوشته شده درباره شیخ عبدالقادر گیلانیه. خلاصت المفاخر رو امام یافعی یمنی درباره زندگی و کرامات عبدالقادر در قرن هشتم نوشته و جلال الدین حسین بخاری اوچی در شبه قاره این اثر رو در اواخر قرن هشتم به فارسی ترجمه کرده. در این کتاب درصد کرامات مادی نسبت به کرامات معنوی خیلی بیشتره و نویسنده سعی کرده با ذکر سلسله راویان کرامت رو برای مخاطب باورپذیرتر کنه، ولی باز در برخی از حکایات تصنعی بودن حکایت خیلی آشکاره. در حکایات رمزی کتاب کرامت‌های شیخ با بکارگیری رمز و خیال به صورتی دلنشین‌تر بیان شده و در مخاطب تأثیر شگرفی می‌ذاره. دکتر شفیعی هم عقیده داره که اسلوب عرضه تجربه عرفانی و خلاقیت هنری در میزان اقناع مخاطبان تأثیری به سزا داره. بخش نخست حکایت 103 خلاصت المفاخر یافعی و حکایت 104 ترجمه خلاصت المفاخر چنینه. موضوعش هم درباره لقب محی‌الدین به عبدالقادر گیلانی و میتونیم این حکایت رو جزو حکایت‌های رمزی محسوب کنیم. نقل است از دو شیخ، یکی عمر کیمانی و شیخ عمر بزاز رحمت الله علیه ما که گفتند روزی شیخ ما محی‌الدین عبدالقادر را رضی الله عنه پرسیدند که سبب تلقیب شما به محی‌الدین چه بود؟ فرمود یک بار از سیاحت بازگشته بودم به سوی بغداد، پای برهنه ناگهان شخصی دیدم مریض متغیر اللون نحیف البدن که مرا گفت السلام علیک یا عبدالقادر. من بر او سلام کردم. فقیر گفت نزدیک من بیا. نزدیک او رفتم، گفت مرا بنشان. او را بنشاندم، دیدم که وجود او بیاسوده و صورت او لطیف و تازه و رنگ او صاف شده. گفت من رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من دینم. سخت پژمرده بودم، حق تعالی مرا به تو زنده گردانید. حکایت 172 ترجمه خلاصت المفاخر رو هم میتونیم کرامتی بدونیم با بلاغت هنرمندانه، چون هم خیال‌انگیزه و هم دارای تصاویر فراواقعه. حکایت چنین است. نقل است از شیخ علی بن هیتی رضی الله عنه که گفت وقتی به زیارت شیخ عبدالقادر قدس الله روحه در بغداد در آمدم، او را بالای بام مدرسه یافتم که نماز چاشت می گذاشت. نظر در فضای هوا کردم، دیدم 40 صف از مردان غیب در هوا ایستاده اند، در هر صفی 70 مرد. ایشان را گفتم چرا نمی نشینید؟ گفتند تا
تا شیخ از نماز فارغ نشود و اذن نکند ننشینیم، از آن که دست او بالای دست ماست و قدم او بر رقاب ما و امر او بر همه ما. چون شیخ سلام داد، همه بر شیخ آمدند، سلام گفتند و دست مبارک بوسیدند. مناقب نامه دیگر قرائت و جواهر این اثر به قلم محمد ابن یحیی تعدفی حنبلی نوشته شده در قرن دهم. در کتاب قلائد و جواهر نیز مثل ترجمه خلاصت المفاخر کرامات مادی خیلی بیشتر از کرامات معنویه. یکی از کرامات دوران کودکی عبدالقادر که خیلی جالبه و سخن گفتن حیوانات با شیخ رو نشون میده و دیدارهای غیبی عبدالقادر رو نشون میده و گویا با هدف اثبات حقانیت عبدالقادر و پیامبرگونگی اون نگارش یافته، چون این است که من در شهر خود طفل کوچکی بودم. روزی به بیرون شهر رفتم و به دنبال گاو شخمی افتادم. متوجه شدم که گاو به من گفت ای عبدالقادر، تو برای این کار خلق نشده ای. ترسان برگشتم و به پشت بام خانه رفتم، دیدم که مردم همه در عرفات ایستادند. این داستان مشابه داستان تحول معنوی ابراهیم ادهمه، با این تفاوت که جمله تو را برای این کار نیافریدند در درباره ابراهیم ادهم از زبان آهویی بیان شده. مناقب نامه دیگر، نکته دیگه ای که درباره این مناقب نامه میخواستم بگم اینه که نویسنده در حکایتی دیگر که راه رفتن عبدالقادر روی آب و خروج نور از دهان اون رو بیان میکنه، از شیوه روایت پردازی و بلاغت متفاوتی استفاده میکنه و تعابیر هنری که به کار میبره باور کرامت رو برای مخاطب امکان پذیر ساخته. حکایت چنین است که حکایت از زبان سهل بن تستری هم روایت شده. مردم بغداد عبدالقادر را گم کرده پی او میگشتند. به ایشان گفتند که به طرف دجله رفته است. رفتند و او را یافتند. در حالی که روبروی مردم می آمد، بر آب و ماهیان فوج فوج آمده او را سلام می گفتند. و در اثنای آن که ما او را نگاه می کردیم و بوسه دادن ماهی ها را به دست او می دیدیم، وقت نماز رسید. ناگهان سجاده بزرگ و سبز و جواهر بندی شده به طلا و نقره پیدا شد و این سجاده در بین آسمان و زمین مانند تخت سلیمان گسترده شد و مردان به ظاهر سیاه رنگی آمدند که مردی پیشوای ایشان را بر عهده داشت و این مرد بسیار باوقار بود. وقتی نماز را شروع کردند، شیخ عبدالقادر در حالی که جامعه هیبت حق بر تن داشت امام آنان شد و آن جماعت و اهل بغداد که همه به جستجوی شیخ آمده بودند اقتدا به او کردند و نماز را به جماعت خواندند. وقتی الحمد را می خواند، از دهانش نوری سبز رنگ تا دامن آسمان بلند می شد. از میان کرامات معنوی موجود در قلائد و جواهر می توان به آگاهی شیخ از واقعی که در مکان و زمان دیگری روی داده اشاره کرد. این حکایت معنوی چنین است که ابوالرضا مذکور میگوید روزی شیخ در مورد ایثار صحبت میفرمود. سپس راست نشست و ساکت ماند. آنگاه فرمود صحبت نمی کنم جز در مقابل 100 دینار. پس 100 دینار به حضورش آوردند و مردم متعجب شدند. آنگاه به من فرمان داد که به مقبره شونیزیه برو، آنجا مردی را میابی که با عودی بازی میکند. این پول را به عوده و خود او را
پیش من آر. رفتم و پیر را یافتم که با عودی بازی می کرد. سلام کردم و پول را به او دادم. پس فریاد کشید و بیهوش شد. چون به هوش باز آمد گفتم عبدالقادر تو را می خواند، لذا با من همراه گردید. چون او را به وعدگاه ها وردم فرمود او را بالای منبر بیاورد، در حالی که عود روی دوشش بود. شیخ فرمود ای فلان حکایت خود را بگوی. گفت ای سرور من، در جوانی صدای خوب داشتم، آواز می خواندم و آواز من در میان مردم رواج داشت، اما چون پیر شدم کسی به من توجه نکرد، لذا از بغداد خارج شدم و با خود عهد کردم که فقط برای مردگان آواز بخوانم. در اثنای این که میان قبرها دور می زدم بر سر قبری نشستم، قبر شکافت و مردی سر از قبر بیرون آورد. گفت تا چند اندازه برای مردگان می خوانی؟ برخیز و یک بار برای خدای قیوم آواز بخوان تا آنچه که خواستی به تو عطا کند. پس بیهوش شدم و چون افاقه یافتم برخواستم و اشعاری خواندم. پس از ترنم این اشعار هنگامی که ایستاده بودم، خادم تو این صد دینار را برای من آورد و من به درگاه خدا توبه کردم. این حکایت یادآور داستان پیر چنگیز در دفتر نخست مثنوی. در مقامات کهن و نویافته ابوسعید که مؤلف ناشناس این کتاب رو در قرن پنجم نوشته هم حکایتی مشابه با این دو داستان وجود داره و شاید مأخذ اصلی مولانا و تعدفی همین حکایت باشه. تفاوت این سه روایت در نوع سازیه که پیر نوازنده از اون استفاده میکنه. در قلائد و جواهر این آلت موسیقی عوده، همجور که حکایت رو براتون خوندم. در مثنوی چنگ و در مقامات کهن و نویافته تنبوره. از دیگر مناقب نامه های شیخ عبدالقادر گیلانی مناقب قصیه نام داره که به زبان فارسی در قرن هشتم نوشته شده. شیخ محمد صادق قادری شهابی از صوفیان قرن هشتم به درخواست مرشد خود عبدالقادر ابن عبدالجلیل حسنی حسینی این کتاب رو در 91 منقبت نوشته. در این کتاب تنها کرامت مادی به چشم میخوره و اثری از کرامت معنوی و اشراف بر زمایر و فراست شیخ نمیبینیم. کرامات مادی هم تمامشون غیر واقعی و تصنعی و خرافه آمیز و عاری از هر گونه هنرمندیه و تقریبا میشه گفت بیشترشون باورناپذیر هستن. از شیوه نگارش و محتوای اثر هم چنین برمیاد که شهابی سعدی نه تنها شخصیت عبدالقادر رو والا و ملکوتی جلوه نداده، بلکه ناآگاهانه در تخریب شخصیت اون کوشیده و تنها به شیوه نادرست به هدف مشروعیت بخشیدن به فرقه قادری خودش پرداخته. برای این هدف 20 صفحه از کتاب خودش رو به معراج پیامبر اختصاص داده که در آن کتاب در این معراج نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر دوش عبدالقادر گام نهاده. دکتر شفیع کتکنی برای نوع کراماتی از جنس کرامات شیخ احمد جام در مناقب ژنده پیر در مقایسه با هنجار عادی کرامات برخی عرفای دیگه اصطلاح کاری کراماتور رو به کار برده، به معنی خرق عادت عارفی که از غایت اغراق و مضحک بودن واژه کرامت دیگه در برگیرنده اون نیست. طبق این تعریف میتونیم بیشتر کرامات مندرج در مناقب قصیه رو کاری کراماتور بدونیم. یکی از
کرامات مادی شیخ که با هدف اثبات نیروی فوق بشری شیخ نوشته شده و خالی از عبارات و تعابیر زیبا و تصاویر خیال انگیزه و همچنین نگارش سستی داره، قدرت شیخ در تغییر جنسیت کودک، که این حکایت رو براتون میخونم. عورتی را 20 دختر متولد شدند. شوهرش خواست که وی را طلاق دهد. آن عورت در جناب فیض معاب حضرت قرصیه محبوبیه رضی الله عنه فریاد کنان آمده عرض نمود که از من پسری نمی زاید و شوهرم می خواهد که مرا طلاق دهد. فرمود که برو، بعد از این فرزند نرینه نصیب تو خواهد شد و شوهرت طلاقت ندهد. آن عورت در خاطر آورد که آن حضرت برای من به درگاه الهی دعایی نکرد، شاید این حرف برای تسلی من فرمودند. بار دیگر فرمود برو به خانه خود که دختران تو فرزندان نرینه شدند. عورت به خانه آمد، چه میبیند که همه دختران پسران شدند به امر الله و توجه محبوبه رضی الله عنه. به طور کلی میتونیم بگیم نویسندگان مقامات شیخ عبدالقادر که از معتقدان عبدالقادر و یا پیروان طریقت قادریه بودن، برای بزرگ جلوه دادن شخصیت عبدالقادر که گویا هدف برخی از اونها مشروعیت بخشیدن به طریقت قادریه و جلب مریدان بیشتر بوده، رفتار و کراماتی برخلاف اقوال و اندیشه نمایان در آثارش به اون نسبت دادن. در انتهای سخن عبارتی زیبا رو از کتاب الفتح الربانی و الفیض الرحمانی نوشته عبدالقادر پیشکش وجود نازنینتون میکنم. مردان خدا به سان سندانند که بران کوبیده میشود و صدایی بر نمی آورد و مانند زمینی که پای بران گذارند فرو افتاده و فروتنند. گروه راستان جز خدا چیزی نمی بینند، جز از خدا نمی شنوند. آنان را دلیست بدون زیان، آنها سرمشق زندگی خود و دیگرانند و همواره بر یک نهج و قاعدند. در پناه هم.